معلوم چه گناهی کرده حکم زندان بهش بدن. بعد خیلی از اختلافگران الان آزادن. یه نفر از همین امنیتی ها میگفت شما این شما که پخش میکنن شما میدونید اونایی که ما کشف کردیم اگر پخش بشه بیانت شما میشه با اولی جا برای اینا رو میگیرن نه برای اینا رو میگیرن شما گفتون یاد داریم این مسائل هم سلفی خانمونم را بخواد سلفی هستیم فرزندان شما زیر خط فقر زندگی کنن این در شأن فرهنگیان است که معلم شما معلم فرزندان شما زیر خط فرزند خواهی را بیان بگه آقا حقوق ما کمه بخصوص بازشست ها الان داماد دارن عروس دارن نمونه دارن نتیجه دارن بعضی هاشون و اینا بیان تو خونه بزرگشون با موضوع وقتی نتونه تو سر سفرش چیزی بذاره ما یادمونه اون هفته رفتیدی بازشستان ریاست جمهوری یه سفره خالی رو گرفته اگر اونها سفره های ما خالیه مطالبات ما پرداخت نمیشه جناب آقای چهارمند چی کار کنن اینا؟ نه اگر این بود بینی کم هستن نه دلیل بر اونایی که می آمدن دلیل بر بینیاز بودن اونها نیست سکوت دلیل رضایت نیست اینا رو باید مسئولین ما بدونن خواسته هایشون مطالبات گذشته از بازنشستگان و مسئله ترمیم حقوق شاغلی و بازنشستگان مسئله اصلی ما برداشتن این سقف امنیتی از سر معلمین است آزادی معلمان حتی معلم زندانی هم اینا چکار کردن؟ آقای نیکنژاد با آقای فرودی که آزاد شدن اینا فقط نویسنده بودن اینا در مورد مسائل آموزش مدرسه می نویشتن فقط تو آیا این دستگیری داره؟ اونم تو روزنامه هایی که همینجا چاپ میشه چه داخلشون چاپ میکردن و آقای بهشتی چه خلافی انجام داده که باید بازداشت بشه با اینکه روز هفتم خبر دادن آقا شما آزادین وثیقه بذارید چون وثیقه گذاشتن آقای بهشتی وثیقه الان تو دادستانی هستش همون روز گفتن آقا این اداره بازداشت با اینکه اون چرا به چهارمند ما بودن 27 فروردین خدمت شما بودیم اینجا و شما قولهایی دادید اون قولها شما رو کدامشون رو شما انجام دادید ما از سال 86 آیدمندی 18 ماه بعضی ها 12 ماه طلبکارن خود آموزش پرورش این رو بخشنامه کرده چرا تا حالا پرداخت نشده؟ من مطالبات گذشته هم داشتیم خانم صدیقی که گفتن در مورد امنیتی راست میگن حتی وزارت آموزش و پرورش نگاه امنیتی داره اومده با من دقیقا مدرک دارم حالا همینجا اون شخص رو مدرک کنم ساعت یکونی میشتن به من زنگ زده میگه تو فردا برو فرانجا خودتو معرفی کن من اصلا بازنشستم اصلا ارتباطم با آموزش پرورش ایشون این کارمند آموزش پرورشن چگونه این دفتار رو با یه فرهنگی بازنشست میکنن بعد انتظار ما داریم جوانانی که امنیتی هستن وظیفه خودشون رو انجام میدن اینا نگاه امنیتی به فرهنگیان نداشته باشن شما وقتی که وزارت خونه یا اداره شهر تهران نگاه امنیتی داره که این دوستان ما نمیان اینجا میگن ما چهار ساعت پیش اومدیم اینجا ما رو زدن و گرفتن و بردن آقا من تو خونه من امنیت داشته باشم کجا باید امنیت داشته باشم نگاه امنیتی به فرهنگ واسه چیه؟ بعضی اینی که
مسئله اینی که در جامعه ما دو قطبی شده و مشکل این دو قطبی اینی که میگن فرهنگیان یا این ترتیب رو بدتر سنجیم میکنن یا اون طرف بدتر سنجیم میکنن. به خاطر همین میان کارها رو در امنیتی ها با دوتار میکنن که این در دل رو دارن بزن. نه اینجوری نیست. فرهنگیان فریختن اگر بخوان حرکتی هم بکنن دقیقه نود میدونن چه کار میکنن و کی رو انتخاب کنن کی رو انتخاب نکنن. دوستان امنیتی، برادران امنیتی من، شما نگاه امنیتی را از سر فرنگیان بردارید. خواسته های فرنگیان همون خواسته های حبوب خوب من فرقم که موقع انقلاب من مدیر شدم فایل قرازه بود فایل قرازه رو با چپ پشت زدم درست کردم گفتم کوچه نیست، با همین فایله، با همین کموده بساز. به من یه سرایدار دادن، دیگه خدمتگزار ندادن، گفتن رفتن جبهه، نیروی نداریم، سلام به ما. من و این خانوما همه قبل از انقلاب اینا همه همین بچه انقلابی‌ها به اینو پرورش دادن. قبل از انقلاب من تو مشهدم رفتم، مجاهدین خلقم اومدن تو کلاس هم به هم ریختن، کتکم هم زدن، خیلی بلا سرمونو بودم. بعد انقلاب هم همچی از ما استقبالی نشد، یعنی با این چادر و این آخه این بنده خدا فکر میکنم ما اطلاعاتی نیست. شما ما رو گذاشتیم تو سرتون، در حالی که ما همیشه شما مدیرا الان آقای اینجا بودن، آقای پازوکی رو گفتن، آقای حسینی فهرجی رو گفتن، آقای عراقی رو گفتن، این مدیرا همیشه تو سر ما مدیرا میزدن. چرا اینجا مدرسه کجه؟ چرا اونجا مدرسه کجه؟ چرا دانش آموز جوراب سفید پوشیده؟ منو مجبور میکردن جوراب سفید از پای دانش آموز درارم. ولی خانم جلودار زده وقتی که پشیده رو بردن فرق کرد. آقا اس نه حالا چی شد که الان درد بازنشسته ها رو میگید بابا؟ اون میکروفون رو بگید جلوش صحبت کنید، دستش می‌درسه. یه میکروفون بگید خب یک ساعت دیگه بله میکنم الان حرف بخش سر میگید صحبت کنید. همه اینا من همه رو میشناسم. مدلی که میگم خب به هر حال یک نقد منصفانه است از وضعیت یک بازنشسته. خب امروز میگم درد معلمه سیاست سواره گذشته. من عرضم اینه دیگه همکار کنید منطقه 15 آقای نظری که من بازنشسته هستم و انشاءالله بشناسید و خب من ظرف دو ماه گذشته که اومد اینجا سه تا نامه برای آقای موبد، برای صندوق بازنشستگی کشور و برای آقای بزرگخانی نقاط در کار به همین بحث تعمین اردوبندی به بازنشستگی یکیشو جواب گرفتن از صندوق بازنشستگی کشور، دوتاشو پیگیری کردن چون احتمال میدم ظرف دو سه ماه آینده جواب سازمان مالیات و برنامه‌ریزی کشور رو بگیرن. من عرض کنم که
این افکار فرهنگی رو باید نشسته بکنه سر صدا بکنه که در واقع خیلی تقاملا به یه انظار حضور داشته باشه پیگیری داریم باید که من دارست که بخشی از اون مراحلی که برای ترمیم رتبه‌بندی برای بازنشسته ها لازم هست این من به خود یک نفره داره جلو ببرم حالا من شما خواهش کردم که نمایش رو بگیرم به این دو هفته دیگه پاسخ نامه صندوق بازنشستگی کشور و سازمان مدیریت برق کشور رو میدم اونها برنامه